بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های فراوان خود را خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایمان و پروگرام جهان ورزش تقدیم می دارم. امیدوارم همه شما خوش و آرام و صحتمند باشید. بینندگان عزیز، پروگرام جهان ورزش هر هفته از ساعت 2 تا به 3 روزهای شنبه خدمت شما می باشد. اگر کدام پیشنهادات و نظریات می داشته باشین لطفاً با ما با تماس شوین. البته در پروگرام امروز، قسمت اول پروگرام، ما اینترویوی که با کوچ نو تیم ملی افغانستان. به نام خدا و با عرض سلام. چندی پیش فدراسیون فوتبال افغانستان سلوان اسکلیزیچ را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی کرد. آقای اسکلیزیچ از زمانی که هدایت ملی پوشان افغانستان را بر عهده گرفته است، افغانستان در هیچ دیداری شرکت نکرده است. قرار بود افغانستان ماه گذشته در روز فیفا در دیدار دوستانه به مسافه قرقیزستان برود، اما بدی هوا در این کشور این مسابقه را لغو کرد. پس از این دیدار، 7 بازیکن نامدار از تیم ملی فوتبال افغانستان خداحافظی کردند. حالا هم افغانستان در مقدماتی جام جهانی ماه آینده به مسافه رقبای خود خواهند رفت. به خاطر همین مسائل، سلوان اسکلیزیچ سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان را در ارتباطی مستقیم از طریق اینترنت و اسکایپ با خود داریم. آقای اسکلیزیچ، ممنون و سپاسگزار از اینکه وقت دادین و حالا حاضر به این گفتگو شدین. آلمان کجا و افغانستان کجا؟ سلام خدمت شما. راستش من همیشه دوست دارم بالا باشم و حالا هم بالا آمدم، البته از روزی که مربی تیم ملی افغانستان شدم. هیچ وقت در خواب هم نمی دیدم که روز مربی تیم ملی افغانستان شوم و این اتفاق خیلی زود رخ داد. خیلی خوشحالم که اجازه دارم این وظیفه خوب و پرانگیزه را داشته باشم. خوشبختانه اولین جلسه تمرینی ما هم با ملی پوشان افغانستان برقرار بعد از اینکه قرارداد امضا شد، خیلی شما رو در کابل کم دیدین، چرا؟ نه، من قبول نمی کنم. من در کابل بودم، بعد از اردوگاه دبی و پس از این که از قرقیزستان هم برگشتم، من به کابل برگشتم و چند روزی در آنجا سپری کردم. از این پس بعد من بیشتر در کابل باشم. خب من از اینجا می توانم خیلی چیزها را تعیین کنم، ولی باید از نزدیک و حضوراً نکات فوتبالی افغانستان را بررسی کنم. ما باید به مناطق مختلف افغانستان بروم و با بازیکنان ملاقات کنم. مشکل امنیتی که در کابل نداشتین برای آمدن؟ نه، هیچ مشکلی نداشتم، همه چیز خوب بود. بسیار عالی. آقای سلوان، بعد از اینکه قرارداد امضا کردین، خب حالا ما یک اردو داشتیم در دبی، بعد به قرقیزستان رفتیم، چه اقدامات ارزنده و مهم را انجام دادین در این مدت برای تیم ملی افغانستان؟ این است که یک پلان زمانی درست کردم، پلانی که بفهمیم کی و در مقابل چه تیم هایی بازی خواهیم کرد. با تیم آشنا شدم و مکان اردوگاه تمرینی تیم را مشخص کردم و برنامه یک بازی دوستانه با قرقیزستان را هم هماهنگ کردم که متاسفانه لغو شد. ستون اصلی تیم را برای معرفی افراد برتر تیم شناختم. در این خصوص و برای شناسایی این بازیکن اقدامات را انجام دادن که شما نتیجهش را در آینده خواهید دید. بیشتر سعی میکنم که با بازیکنان خوب و بیشتر آشنا شوم تا بهترین هایشان را به تیم ملی افغانستان جذب کنم. آقای سلوان، شما حتما میفهمید که افغانستان لیگ منظمی نداره، مسابقات هم به صورت حالا غیر حرفه‌ای در طول 12 سال گذشته در افغانستان برگزار میشده. چقدر در مورد فوتبال افغانستان از قبل معلومات داشتین؟ در مورد ظرفیت های فوتبالی افغانستان حالا چقدر معلومات داره؟ من وقتی بازیکنان فوتبال افغانستان را دیدم، همه چیز را فهمیدم و توانستم یک تصویر مقدماتی را در ذهن خود ایجاد کنم. من حتما در داخل افغانستان صنف مربیگری برگزار می کنم. آنجا با عمق و داشتهای فوتبال افغانستان بیشتر آشنا خواهم شد و تیم های زیر 17، 19 و 23 سال را از نزدیک خواهم دید. این کار را می کنم تا روی آینده دور فوتبال افغانستان کار شود. ما بازیکنان 17 سال و 19 سال خود را باید طوری آماده بکنیم که در جام جهانی قطر برای تیم ملی آماده باشند. ما باید در این بخش روی فوتبال پایه در افغانستان کار کنیم و با ایجاد تمرینات با کیفیت با آیندهشان امیدوار باشیم. البته در این قسمت مطمئنا مشکلاتی هم وجود دارد. اگر حالا رویش کار شود، می توانیم این ضعف ها را از بین ببریم تا بازیکنان خوبی را برای جام جهانی 2022 قطر آماده داشته باشیم. حالا با توجه به مشکلاتی که بیان میکنین، حالا 2022 قطر هنوز 2018 نیامده، میتونین تیم بسازین، تیم خوبی؟
افغانستان ظرفیت‌های زیاد فوتبالی وجود دارد که می‌تواند کارساز باشد. استعدادهای زیادی وجود دارد که باید روی آنها کار شود. در همین را باید با فدراسیون فوتبال افغانستان کار کنیم. ما باید اصولی را ایجاد کنیم و با ایجاد تمرینات تاکتیکی و با کیفیت بالا بازیکنان را آماده میدانهای بین المللی سازیم. چیزی که من دیدم بازیکنان فوتبال افغانستان آموزش درست ندیدند. بسیار عالی. آقای سلوان، گفتیم بازی قرقیزستان لغو شد. چرا ما با قرقیزستان بازی نکردیم در روز فیفا؟ چه اتفاقی افتاد در بیشکک؟ خاطر که نشد. ما بیش از 20 ساعت در بیشکک منتظر شدیم و بازیکنان ما بسیار مانده و خسته شده بودند. ما استراحت کافی نداشتیم و هیچ ممکن نبود که ما بتوانیم با قرقیزستان بازی مناسب را برگزار کنیم. اصلا حرفه‌ای هم نبود که ما در این دیدار به میدان می رفتیم. ریزش شدید برف باعث یخبندان در فرودگاه شده بود و ما نتوانستیم حتی به شهر اوش محل بازی با قرقیزستان پرواز کنیم. باز که دوباره خواستیم پرواز کنیم، هواپیما نقض فنی داشت و دوباره به مشکل برخوردیم. ما وقتی دیدیم در کنار اینکه بچه‌های ما بسیار خسته بودند و هیچ آمادگی قبلی هم نداشتند، معنی نداشت که ما با این شرایط و اوضاع این ریسک را انجام بدیم و در این دیدار حاضر بشیم. پس از بازی قرقیزستان که الان لغو شد، 7 بازیکن نامدار ما از تیم ملی خدافظی کردند. حرفای بسیار زیادی در فیسبوک مطرح شده از جانب بازیکن‌ها. چرا شما سکوت کردین آقای سلوان؟ چه اتفاقی رخ داد در قرقیزستان و شما به عنوان سرمربی چرا سکوت کردین؟ راستش من هم متعجب شدم که این بازیکنان چرا دست به این اقدام زدند و چنین حرفایی را در بین مردم افغانستان به وجود آوردند. کاری که این 7 نفر انجام دادند به هیچ عنوان درست و قابل قبول نیست. نیم ساعت قبل از این که ما به قرقیزستان آمدیم، 2-3 نفر از همین بازیکنان پیش من آمدند و به من گفتند که ما با فدراسیون مشکل داریم. بعد دیدم همزمان در فیسبوک هایشان چیزهایی نوشتند که گویا در تیم مشکلات وجود دارد، در حالی که این حرفایشان به هیچ عنوان درست نبود. به نظر من این 7 نفری که خودشان را از ما جدا کردند، نمیخواستند خود را به قوانین ما وفق بدن. دیدیم که این بازیکنان قدرتی که میخواستیم را در تیم نداشتند. اما به هر حال اول و آخر خودشان تصمیم میگیرند. به نظر من اخلاق را هم اگر کنار بگذاریم، از لحاظ تکتیکی این بازیکنان به درد تیم جدید افغانستان نمیخورند. تناقض وجود داره. اونا میگن که شما حالا و آقای لعلی و تیم حاشیه داشته در فوتبال در قرقیزستان، حالا شما میگن به درد تیم نمیخوردن، اما اینجا صحبت‌های دیگه مطرح شد. اینا ادعا میکنن که شما به فوتبال داخلی افغانستان هیچ توجهی ندارین و فقط تکیه شما روی بازیکن‌های خارجیه. آیا شما به فوتبال افغانستان، به فوتبال داخلی افغانستان توجهی ندارین؟ نه، به هیچ عنوان این حرف درست نیست. این مسئله اشتباهاً به مردم داده شده است. خودتان میفهمید که ما از نظر کیفیتی بازیکنان بهتری داشتیم و آنها هم این مسئله را احساس کردند. شاید دیدند وقت به درد تیم نمیخورند، خود را کنار کشیدند. به نظر من کمپاین منفی که این بازیکنان راه اندازی کردند به هیچ عنوان کار درست نیست. من به صراحت میگم که حرفایشان کاملا دروغ است. خیلی خوبه که من این مصاحبه را انجام دادم تا به مردم افغانستان بگم که آن چیزی که توسط این 7 نفر به شما گفته شده درست نیست. رفتار ما با این بازیکنان مثل بقیه یکسان بوده. 1. آنها نمیخواستند خود را با ما یکجا بسازند. 2. قدرت بدنی کافی نداشتند. 3. و به طور کلی از نظر من لیاقت بازی در این تیم بزرگ را نداشتند. نیم ساعت قبل از پرواز 7 نفر میآیند و میگن ما بازی نمی کنیم. اگر بازی نمی کردید چرا آمدید؟ اگر آنها میدانستند که قرار است خدا فیزی بکنند، پس چرا آمدند؟ این که گفتند مشکل با فدراسیون دارند یا حرفای دیگری که زدند، هیچ کدام حقیقت ندارد. من اصلا نمیخوام در مورد این 7 بازیکن صحبت کنم. ما بازیکنان زیادی در بین سنهای 23، 19 و 7 سال داریم که از آنها استفاده خواهیم کرد. ما باید به فکر آینده باشیم و به این مسئله عادی فکر نکنیم. بدون یه 7 بازیکن هم میتونین موفق باشین در تیم ملی افغانستان؟ حتی خیلی خوب. بسیار خوب. حالا بسیار خوب آقای سلوان، در مورد مصطفی امینه شما میپرسم. یک بازیکن خیلی خوب ما داریم که در تیم دورتموند بازی میکنه. آیا مصطفی رو دیدین در آلمان؟ چطور بود حاصل ملاقات شما با مصطفی امینی؟ من او را دیدم و چندین بار با او تلفنی هم صحبت کردم
و با مدیر برنامه‌هایش در استرالیا هم حتی تلفنی صحبت کردم. چی بگم، متاسفانه خیلی دیر با این بازیکن ملاقات کردیم. این بازیکن در زیر 16، 17، 19 و 23 سال تیم ملی استرالیا بازی کرده است و کاپیتان تیم ملی فوتبال زیر 23 سال استرالیا است و بیشتر زندگی شخصی و فوتبالی خود را در آنجا سپری کرده است. حالا من آمدم و به او پیشنهادی را میدم که برایش غیر ممکن است. من هر کاری که کردم تا به یک طریق او را برای آمدن به افغانستان راضی سازم موفق نشدم. او تصمیم آخر خود را گرفت تا برای تیم فوتبال استرالیا بازی کند. او هم برای آمدن به تیم ملی افغانستان زیاد فکر کرد، اما در نهایت تصمیم به ماندن در استرالیا را گرفت. هفته پیش شما با آقای لعلی در هامبورگ با یوسف شیردل و میلاد سالم هم دیدار کردین. در مورد دو بازیکن چی گفتنی دارین؟ آقای سلوان، آیا در مقدماتی جام جهانی بازیکن‌ها با ما هستن؟ یعنی دعوت تیم ملی افغانستان را پذیرفتن؟ او نمی آید، ولی با میلاد سالم و یوسف شیردل صحبت کردیم و قرار شده این بازیکنان تیم ملی افغانستان را همراهی کنند. میلاد سالم در حال حاضر مصدوم است و یوسف شیردل هم قرار است به زودی با تیم اسکاتلندی گلاسکو رنجرز قرارداد ببندد. زمانی که این قرارداد را بست، حتما به اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد پیوست. من در ادامه به سراغ بازیکنان افغان مقیم اروپا خواهم رفت و در رده‌های سنی مختلف بازیکنانی که توانایی و علاقه پیوستن به تیم ملی افغانستان را داشته باشند جذب خواهم کرد. من از این بازیکنانی که فعلا هم در تیم ما هستند خیلی راضی هستم. ما خیلی بازیکنان دیگری هم زیر نظر داریم که می توانند در آینده عضو تیم باشند. آقای سلوان، در مورد دیدار شما با آقای لعلی با میلاد سالم و یوسف شیردل در هامبورگ پرسیدم، چی گفتین به هم؟ حاصل ملاقات شما چی بود؟ این دو نفر با ما خواهند بود. من به خاطر هر دویشان به هامبورگ رفتم و گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. من با آنها در مورد برنامه‌های آینده‌ام در فوتبال افغانستان توضیح دادم. من با آنها گفتم ما می‌خواهیم یک تیم موفق داشته باشیم و ما می‌خواهیم حرفه‌ای کار بکنیم و در حال حاضر ما در راه رسیدن به کار حرفه‌ای هستیم. کمبودی‌های تیم ملی را رفع کنیم. بازیکنانی که در دبی ما را همراهی کردند تا حالا خیلی خوب خود را با تیم یکجا کردند و ما موفق شدیم در این مدت یک تیم واحد و یک دست را درست کنیم. همه بازیکنان، من و عسکر لالی تلاش میکنیم تا یک تیم موفق را داشته باشیم. شنیدم بعضی از این هفت بازیکنی که از تیم رفتن ادعا کردند که گویا من تیم را درست نمیکنم. این حرف کاملا غلط است. من 16 سال است که در بوندسلیگای آلمان مربیگیری میکنم. در این 16 سال حتی یک بازیکن هم در مورد من چیزی نگفته است. تنها کسانی که تیم را درست میکنند من و علی عسکر لالی هستیم. در آخر من هستم که تصمیم نهایی را میگیرم، چون سرمربی تیم من هستم. خیلی خوبه که این مصاحبه را تلویزیون عصر با من انجام داد تا بعضی از سوءتفاهم ها به طور کلی از بین برود. هیچ وقت هیچ کسی وجود ندارد که اعضای تیم را به من دیکته کرده باشد. در مورد انتخاب اعضای تیم من با هیچ بازیکن صحبت نکردم و نخواهم کرد. در مورد ندیم امیری بگین، یک بازیکن خیلی خیلی خوب داریم که در هوفنهایم بازی میکنه. حتما شما رو دیدین، میشناسین. چقدر امیدواری وجود داره ندیم امیری حالا دعوت تیم ملی افغانستان رو بپذیره و در مقدماتی با ما باشه در مسابقات جام جهانی 2018؟ سلوان، در مورد ندیم امیری پرسیدم، نمیفهم صدام شنیدین یا نه. آیا ندیم امیری به نظر شما دعوت تیم ملی افغانستان رو میپذیره؟ این مسئله بسیار مشکل زا است، چرا که او در تیم ملی زیر 23 سال آلمان بازی کرده است. او امید این را دارد که در تیم ملی بزرگسالان آلمان هم بازی کند. در این مورد صحبت های با او شده، ولی او وانمود کرده است که نمیخواد برای تیم افغانستان بازی کند. چانس این که ما او را با تیم ملی افغانستان داشته باشیم بسیار کم است. امید کوچکی وجود دارد، اما ما تمام سعی خود را برای جذب او خواهیم کرد. انجام بعضی از کارها بسیار دشوار است، مثل جذب مصطفی امینی که استرالیا را انتخاب کرد. ظاهرا ما ظرفیت های فوتبالی ما در اروپا خوشبختانه خیلی زیاده، بازیکن دورگی زیاده داریم. آیا بازیکن دیگه هم مد نظر شما هست در اروپا که حالا در آینده بخواین رو دعوت بکنین به تیم ملی؟
همانطور که گفتم فقط ما بازیکنان خارج از کشور را در نظر نمیگیریم. از داخل افغانستان هم بازیکنانی که توانایی شامل شدن به تیم ملی را داشته باشند انتخاب خواهیم کرد. بازیکنانی که خارج از کشور بازی میکنند دوره‌های آموزشی بهتر را دیدند. به این مسئله باعث آسان شدن کار ما در تیم ملی میشود. ما در میدان مسابقه نیز فرق بین بازیکنان خارجی و داخل را همیشه حس میکنیم. یکی از وظایف سنگینی که دارم این است که بازیکنان خوبی را برای تیم ملی جذب کنم. به طور مثال یک بازیکن دیگر از سویدن مد نظر ماست که او هم امیری نام دارد و خوشبختانه راه های آمدن او به تیم ملی هموار شده است. علی للی صحبت های همه جانبه را به او داشته و او را برای پیوستن به تیم ملی متقاعد کرده است. امیری دعوت ما را پذیرفت، خیلی خوب شد. حالا بیایم در مورد مسابقات مقدماتی جام جهانی صحبت بکنیم. چطور بود قرعه کشی؟ حالا فکر میکنم گروه ما کمک تقریبا میشه که واسان، نظر شما چیه؟ در گروه ما تیم فوتبال ژاپن یکی از حریفان سرسخت ماست. در مقابل این تیم در ژاپن و بازی برگشت کار سخت داریم و ما باید تمام قدرت و توان خود را در این دو بازی نشان دهیم تا در گروه جایگاه خوبی را به دست آوریم. اینها هم تیم های خوبی هستند و ما حتی این تیم ها را هم دست کم نمی گیریم. ما می خواهیم روش بازی خود را بهتر سازیم. تاکتیک و روش بازی ما باید در سطح قاره آسیا باشد تا بتوانیم بازی خود را به نمایش بگذاریم. روی تک تک بازی ها باید تمرکز داشته باشیم تا 3 امتیاز هر بازی را به دست بیاوریم. من فکر میکنم بازیکنان افغانستان بسیار تعصبی و جنگنده بازی میکنند و همیشه دوست دارند پیروز باشند. وظیفه من این است که تیم ها را بشناسم و مطابق به بازی ها تاکتیک لازم و مناسب را از قبل برای تیمم تعیین کنم. ما فکر میکنم تیم های حریف ما با تاکتیک و طرز بازی ما مشکل پیدا میکنند و همین خاطر است که با امید با آینده نگاه میکنیم. یک گروه بسیار سخت است. ما میخواییم مردم را سورپرایز کنیم و آنها را خوشحال بسازیم. آقای اسکلیزیچ، با توجه به راه سختی که افغانستان داره، شما واقعیت ها و مشکلات فوتبال افغانستان را میفهمین. فدراسیون چه وعده‌ای برای شما داده؟ میشه در مورد این وعده ها و پلان های شما فدراسیون بگین برای ما؟ فعلا گفتگوهای ما جریان دارد. ما میخواییم خیلی چیزها را حرفه‌ای و معیاری بسازیم. من با علی آقازاده صحبت هایی داشتم. بعضی از مشکلات و کمبودیا حل کردنش آسان است، اما بعضی دیگر حل کردنش کمی طول می کشد. همه چیز را به صورت تک تک می خواهیم زیر نظر داشته باشیم تا تغییر بدیم. اما در قسمت اردوها خیلی چیزها را تغییر دادیم و در آینده در نظر داریم نه تنها از نظر ورزشی بلکه با برنامه ریزی درست خیلی چیزها را تغییر بدیم. ما میخواییم در ردیف 10 تیم برتر آسیا قرار بگیریم. البته نسبت به امکاناتی که داریم این مهمترین هدف ماست. اولین بازی ما در مقدماتی جام جهانی 2018 با تیم سوریه هست. چقدر از این تیم شناخت دارین؟ چه پلانهایی دارین در آینده؟ حالا در مورد مسابقات دوستانه و چقدر تیم آماده برای مسابقات؟ مخصوصا بازی با سوریه. تیم در روز 27 ماه بعدی با تیم فوتبال ژاپن بازی کنیم، اما به دلیل همگروهی ما در بازی‌های مقدماتی جام جهانی این بازی لغو شد. قرار بود با بحرین دیدار را برگزار کنیم که آن دیدار هم به زمان دیگر مؤکل شد. بعضی بازی‌های دوستانه را در نظر داریم ولی هنوز جنبه رسمی به خود نگرفته است. ولی قبل از بازی با سوریه 2 یا 3 بازی دوستانه برگزار خواهیم کرد. در مورد میزبانی هم میشه بگین برام؟ خیلی از مردم نگرانن، همه دارن که آیا افغانستان در کابل میزبانی میکنه، آیا فیفا اجازه میده که ما در کابل میزبانی بکنیم؟ آخرین گزارش ها میگه که ما در کابل نمیتونیم به خاطر مسئله ناامنی میزبانی بکنیم. مسئله میزبانی افغانستان در این مسابقات چی میشه آقای اسکلیزیچ؟ شد که ما در کابل مقابل تماشاچیان خود بازی میکردیم. بهترین راه برای ما همین بود، ولی چون امکانش نیست ما باید سعی کنیم در یکی از کشورهای هم مرز مثلا ایران یا تاجیکستان و یا هم در امارات مسابقات خود را برگزار کنیم، جایی که بتوانیم از طرفداران تیم ملی افغانستان هم استفاده کنیم. حیف شد که ما در کابل نمیتوانیم بازی کنیم. امیدواریم در جای بازی کنیم که طرفداران تیم ملی فوتبال افغانستان زیاد باشند. خیلی ها ایران پیشنهاد میکنن، ما اونجا مهاجرین زیادی داریم. شما هم که میگین طرفدارا باید باشن، سابقه هم داره. حالا میبینین در تیم امید ما خوب تشویق کردن، رایزنی کردن برای میزبانی ایران برای افغانستان.
من از بازی های زیر 23 سال مخصوصا بازی ایران و افغانستان شنیدم که پناهجویان ما ورزشگاه را پر کردم. زمانی که در افغانستان بودم احساس کردم که مردم چقدر فوتبال را در اینجا دوست دارند. دوست دارند یا فوتبال بازی کنند یا فوتبال تماشا کنند. آقای سلوان، کی به هرات میاین؟ امیدوارم به زودی به هرات بیایم. من در آینده به کابل برمیگردم و در آنجا کارگاه آموزشی را برای مربیان برگزار خواهم کرد. من با مربی زیر 23 سال نشست خواهم داشت تا ببینم چه ظرفیت‌هایی در تیم زیر 23 سال وجود دارد. من در افغانستان به دنبال ظرفیت‌ها و استعدادهای فوتبال هستم. من حتما به هرات خواهم آمد تا از نزدیک فوتبال هرات را ببینم و هم بازیکنانش را. حالا من یک سوال دارم، البته میتونین پاسخ هم ندین. هیچ کس نمیدونه در افغانستان مبلغ قرارداد سلوان اسکلیزیش با ملی پوشا با تیم ملی افغانستان چقدره. مبلغ قرارداد شما به رسانه ها فاش نشده، میتونین هم پاسخ ندین؟ حالا چون نگفته فدراسیون برای ما، میشه برای ما بگین مبلغ قرارداد شما چقدره با فدراسیون فوتبال افغانستان؟ Das werde ich Ihnen sicherlich nicht sagen. Ja, das ist مطمئن باشید که این موضوع را به شما نخواهم گفت. این موضوع بین من و فدراسیون فوتبال افغانستان باقی میماند. Ich habe 5 Jahresvertrag, aber weitere Inhalte werden Sie von mir nicht erfahren. Sorry. بسیار عالی. آقای سلمان، خب حالا من کلا میخوام بپرسم چه انگیزه باعث شد که شما افغانستان انتخاب بکنین؟ اول بعد میپرسیدم، حالا دوباره میپرسم انگیزه شما برای تقبل تیم ملی افغانستان، هدایت تیم ملی افغانستان چیه؟ من این وظیفه را به عهده گرفتم به خاطر اینکه 100% مطمئن بودم که می توانم در افغانستان کمک بکنم و در پیشرفت فوتبال افغانستان سهمی داشته باشم و فوتبال افغانستان را به جلو حرکت دهم. پول اصلا برایم مهم نیست. اگر پول برایم مهم بود به جای دیگری برای مربیگری می رفتم. مهم انجام این وظیفه بزرگ است و آوردن یک فلسفه فوتبالی جدید که باعث ارتقای فوتبال افغانستان شود. erfolgreich für ein Land tätig zu sein. خیلی ممنون، سپاسگزارم که وقت گذاشتین. به قول آلمانا دنکی شو. تشکر از اینکه وقت دادین مصاحبه کردین آقای سلوان. به امیدیم که روز شما را از نزدیک ببینم. آرزوی موفقیت دارم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. تشکر. و به قول آلمان ها دنکی شو. و خیلی ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز. مصاحبه اختصاصی ما با سلوان اسکلیزیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود، در خصوص چالش ها و مشکلات تیم ملی فوتبال افغانستان، البته راهکارهای مناسب برای مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه. تا دیدار دیگر، بدرود. خوب بینندگان عزیز، اینترویو کوچ تیم ملی افغانستان فوتبال شدیدین. در این قسمت پروگرام ما دکتر صاحب که یک سفر داشتن به افغانستان، البته در دو پروگرام پیشتر هم بعض سگمنت ها و اکس ها و ویدیو های داشتیم که البته یک پروژه بسیار مقبوله و بسیار یک پروژه نیکره که توپا را خریده بودن و برای بچه ها و کسایی که را واقعا مستحق بودن اونا را تقسیم کردن. همچنان در افغانستان بسیار کارهای زیاد هم کردن و یکی دیگه که رفتن از کسایی که قدر ازشان یاد نمیشه درباره از نو معلومات گرفتن. خوب وقتتان زیاد نمیگیریم، دکتر صاحب خوش آمدین به پروگرام. تشکر دارم جان. با هم سلام به همه بینندگان عزیز تلویزیون دنیای سپورت و من در خدمت شما هستم. خب دکتر صاحب، درباره از این قهرمانی که در بادی بیلدینگ یا ورزش زیبایی اندام چقدر مدال های زیاد یا بردن در آسیا، خود مملکت ما به هندوستان و دیگر مملکت ها، اما متاسفانه قضیات یاد از اونا نمیشن و مردم نمیشناسن اونا رو. در باره از اون معلومات بتین. ویدیویی داریم که اگر میگیم بیایی که بریم در ویدیو و در باره وقت خب میریم در ویدیو رو میمونیم. البته مدال ها و بعد از اون خود دکتر صاحب هم در اون گپ زدم. Thank you.
بله دوست عزیز، اکثر شما تماشا میکنین تمام از این دستاوردهای جناب تمیم صاحب هستن یا جناب احمد زای صاحب هستن که در سالهای سال زحمت کشیدن و خود به ایسا رساندن و اینا به ممالک همجوار سفرهای کردن و مدالای آوردن و تروفیه های آوردن. جای تا آنجای که ما با اینا صحبت کردم و ایدی زیاده از ای افغانای عزیز خدا ای ورزشکارای نازنین خدا ما مصاحبه کردم، یک نوع مایوسیت در اینا ایجاد شده بخاطر از اینکه کسی در فکر از اینا نیست، کسی در صدد تشویق از اینا نیست. اینا ببینین ای افتخارات به کشور میارن مگر کسی نیست که از اینا به شکل یک قهرمان با اینا مصاحبه ها کنه، متواتر مصاحبه ها کنه، نظریات از اینا رو پخش کنه و اینا رو یک الگو یا یک نمونه خوب به نسل آینده بسازه. ببینید ساختن امت یک بادی از نگاه زیبایی اندام در یک کشوری که هیچ یک کلپ یک وسائل خوبی نداریم، این کلش محصول زحمات خود این مردم است. ما فکر نمی کنم که در تمام افغانستان ما یک مربی خوبی در این رشته داشته باشیم که این جوانان را تربیت کنه، مگر خداوند یک استعداد خاص به جوانان افغان داده که اونا در با استفاده از اونا و خودشان کار کرده، خودشان زحمت کشیده و خودشان خود به این مقام رسانده و این هم شهادت نامه است که شما میبینید، تحسین نامه و تصدیق نامه است که شما در سالهای مختلف میبینه. حالا میبینیم راستن با مصاحبه که با اونا داریم. اوشی چاری خوشحالم نن افغانستان یو دی تکره ورزشکار سره چه ده هغه شیبه نه چه دوی سپورت تا مخه تر آوری ده ترنه دیر زیاد لاستر آورنه او یاره گران هواتر آوری دی دنه غارم دیر روغه گیگم غارم چه راستن و سره مرکه کنم شغل خیر محمد تمیم. سلام علیکم و خیر اغلی. علیکم سلام تاسو بخیر اوسئ. او به کولای شئ چې ما ته ووایئ چې تاسې د دې ورزش ته څه وخت مخه کړې ده او څنګه وشو کولای شئ تر دې حده تاسې ورسیږئ؟ ما په 50م کال کې 1950م کال کې د بدن ښکلا یا د زیبا اندام سپورت ته مخ راوړی او په 60م کال کې ما د افغانستان د ملي ټیم ته مسابقه درلودله چې په هغه کې ما د اتلۍ مقام ترلاسه کړ. او په 2009م کال کې د سویلي آسیا مسابقو ته زه نومان شوم او چې لاړم هلته مې د 2000 مقام راوړی. بیا مې د څه مشکل اقتصادي مشکلاتو له وجې نه مسابقه ونه کړه او ساکل بیا مسابقه وکړه چې د خپل افغانستان د هیواد ته مې خپل وزن کې قهرماني ترلاسه کړه او خپل ریکارډ مې تر اوسه هم خپل وزن کې شته. او پس له هغې د یو میاشت مخکې په ډسمبر د 2014 آخري میاشت کې زه لاړم د جهاني مسابقو ته، هلته خپل په کلاس کې زه 50م شوم او بیرته افغانستان ته مرسته راغله. دا راته وویل چې تاسې د بریا د دومره لاسته راوړنه چې تاسې راوړئ دا په څه کې دی؟ یعنی تاسې ډېر کار کوئ، خدای استعداد دی څنګه؟ نه دا بېشکه چې هر څوک خدای استعداد چا په وجود کې شته، لکه چې هر ورزشکار مثلا لکه بوکسر دی په بوکسنګ کې یا مثال پاور لفتر دی په هغه کې خپل استعداد لري یا فوټبالیست دی په فوټبال کې لري، هر چا خدای چا ته خدای پاک یو استعداد ورکړی. خو سره له هغې ما زحمت مې ډېر کړی، زحمت ډېر بس او دې سپورت سره خاصه مینه ده او دې لپاره زه هېڅ وخت خپل وخت ضایع کوم نه چې سپورت ته ځم. خپل هدف مې اتلۍ ده او اتلۍ لپاره سپورت کوم. آقای خیر محمد، شما در ایرا باید با وجودتان برسین، تمرین کنین، غذایتان باید صحیح باشه و با وجودتان باید برسین. چطور میتونین که همه ی زیره شما خودتان پیش ببرین؟ اگرچه سپورت مصرف غذا افکار داره به حساب، اگر به حساب ورزشی مصرف غذا افکار داره، بازم بعد کمک همکاری خداوند پاک ما میتونم که همی غذای خود سی به صورت منظم بگیرم، به وقتش برسم و وقتی که ما برای مسابقات آمادگی میگیریم 6 ماه مکمل ما در قرنطینه رژیم میباشم و غذای خود مکمل از این طریق از ورزه آیده که مثلا من در بلتون کار میکنم از این طریق میتونم میره به سر ورزش برسم و خاصتا با طریقی که صحتمند باشم من از غذایی که در رژیم میباشم میگیرم و
ولی در این راستا تنها خودم از مصرف شخصی خود بیره پورا میکنم. مقاماتی که به نام المپیک و فدراسیون زیبایی اندامی یا چیز است، اینا با شما کمک میکنن؟ ما تقریبا مدت 6 سال میشه، اضافه تر از 6 سال شده. ما عضو تیم ملی پرواز اندام افغانستان هستم. تا فعل حالا ما یک افغانی هم اصلی خود که معانه داره دود 2700 افغانی از طرف وزارت مالیه در بودجه المپیک هست. ما تا الان اصلا نکرد نگرفتیم و نه به ما کس داده و نه پیشنهاد شده. خب خانم محمد خان که لطف که در خپل لسته روانه دیم کال پا کال منگتا دی اول نه وخی او تشریح که ترغو نور افغانان در او گوری او گویت هم خوخی ور پا برخشی. تاسو که گران دیون که تاسو گوری در ما دی اول دیپلوم چیده ده دی شپاگتیم دیار است و شپاگتیم کال در جوزه دیمشت ده چه ما افغانستان که خپل وزن که مسابقه وکړی او خپل تعلیم ترلاسه کړ. بله او دای د رستوران کې دای او کپ او مډال مترکه دای همغه کال مډال او کپ د اولنی مسابقه مې ده. صحیح او دای اکسون دې مته کړې دي اکسون خپل د با او د اصول وجود دي د تاسو ګوري. بله اوه ډېر کول دا اول کال زما د افغانستان د کوم مسابقه و. بله ښه پسې دویم کال کې ما ام د یونی ولا تحریم وکړه د سویلی آسیا ته چې دا مډال ماته د سپینو زره مډال مته لاس کې خپل وزن په خپل 90 کیلوګرام کې ودرې درمه او دا مډال ماته راکه دا مډال تاسو ویني بله مکمل او شاته مکمل د خار ادرس او د پوزیشن چې ما ګټلې ټول لیکلې دي پکې او دلته لیکلې چې او انډیا ولنسې خاطر دوهم مقام او دوهم مقام ګټل سپینو زره اول مقام سرو زري دوهم سپینو به د برونزو دا مو دا مډال او دا د تصویر د سټیج د سر چې ما مسابقه خلاص او ما نوم اخیسته د افغانستان د پاره چې د ما نوم د افغانستان په دغه وزن کې تاسو وینئ او دې شیبه کې د افغانستان ملي سرود خپرېده او ما ته احساس د ژړا و بېخې خوشحاله یم ژړا راتله او دی ډیپلوم د دغې مسابقې د سویلي آسیا وزن هم کار کې. او دا کپ شتا سونی دا دی سکالی مسابقه دا دی سکالی ما مسابقه پا افغانستان که کلی خپل وزن که می اول مقام می گوگرد او چه چه افغانستان که؟ افغانستان که او دا قانون دا چه بتا افغانستان دا مسابقه که بیا بزی خارج مسابقه دا دا قانون دا المپیک دا خوانه دا خواه یعنی دلتا تورنمن دا ریگی دا ریگی و باید خپل مقام گرد بیا بزی خارج دا کان بهتره دی غوی ملی ټیم تر ازي او بيزي دي افغانستان نمائندگي او نمائندگي بار ته زين ډېر دا د دې ډیپلوم د دل زکار د مسابقه دي او د المپیک د دې د دوه د لا سعودرینیم کار دي جوازه دي مشت نه شت پګشت نه نه شت په وي سکاله وکړه او سکاله تقریبا یو ډېر ښه نه مشت مخه دا مسابقه خیر محمد ولا نیاز محمد ولا تکاو 50 کیلوګرام کې د کلی ډیر مخالفت خپل مقام کې مقام اول ډیر خپل شلري او د یا تاسو ویني د اخر دی مسابقه دي شپږم دور دی نړیواله مسابقه نړیواله په چیرې و ده مسابقه د انډیا کو ممبئی هر کې ښه د سیکس ورلد باډی بیلډینګ چمپینشپ مکمل تاسو به کومه کې راولي ښه راوي ښه او تاسو مې علیکم ډیراله خاص او دا تاسو د تاسو کې دا وکړ دا یو ممنټو دی خاطره ده د 2009 کال کې د سویلي آسیا کې مته خاص کسان د اخلاق په حساب مې تر کړو هغه ورسره چې ښه اخلاق درلود دا یو ممنټو ورکړه خاطره کله چې موږ غواړو ځان د ورس د لوون ستانه راتلو د مسابقو دور کې د رژیم کې د هوټل د خپل ټکرونو د پاراتور لپاره یو ممنټو مې تر کړو. د تاسو اکسونه هم لري کوم دا د سویلي آسیا د مسابقو چې موږ چی شو اتلی ولات راسه دا استاد باور خان او تک د موږ د فدراسیون مشر ده او دا خپل مو دا موږ اسو چې ما سره ودرې دلغه او د انډیا یو بل اته دی یو او دا تاسو انده ممنټو د 2009 کال د ممنټو دا تاسو مخ کې وکړه. بله دا د ممنټو دا او دا د د ساوت د سویلي آسیا د فټنس مشره ده نیمه منټو ماته راکړه صحیح ډېر ده
اوس دا راته وایي چې په دې شرایط کې چې تاسې ژوند کوئ دا سپورت به کوم خواته روان دی؟ یعنی دولت چې ورسره کومک نه کوي او دولت حمایه نه کوي د خپل ورزشکاران به تر څه وخته پورې د خپل مصارف نه دا کار مخکې بوزي؟ لکه تاسو ته معلوم ده احمدزی صاحب چې د افغانستان سپورت لکه پرو تیر کاله پورې چې د حکومت تغیر وکړی د کلي صاحب حکومت کې د افغانستان د خاص تیکواندو ملي ټیم د کواندو افغانستان ملي ټیم په نړۍ کې اتم مقام ته راغلی وه کټګوري ته. بله. او د سږ کال حکومت جنای شو شي اوس په څلورتم مقام ته ورسېدله په یو کال ضربه دوه ضربه مقام ته ورسېده سپورت خاصا سپورت لپاره او تاسو به خبرونه کاوړئ چې څوله کار ته اسان کړی احتساب کړی او چې نه خوړ هلته لاړم او هلته هغوی څه کړی او موږ ما شخصا ما هم استعفا ورکړې درې کال دپاره د المپیک نه درې هلکان موږ ملګري نور دي او د مزار ده او د هلمند هغې هم استعفا ورکړې چې موږ ته نه رسي خو دا که دا حالت که روان اوسي افغانستان سپورت لکه مخکې دی دورو غونډه بیرته نومه چې به اوسې نوم به څوک نه پېژني افغانستان. آخه خیر محمد تمیم من میفهم که شما احساس خوب دارین در مقابل وطن تان، مگر آنهایی که در مقام هستن اونا با چوکی خود فکر میکنه، اونا پروای عزیز داره که شما استعفا کردین یا نکردین و این یک ضربه مهلک بخشه سپورت افغانستان نیست که شما بیشتر گفتین هشتم مقام داشتین و با 84 رفتین 84 رفتین که یک بسیار زیاد یک کردیت منفی بخش مسئولین امور هستن. مگر حالی که در این شرایط هستین و شما هم استعفا میکنین، این باعث میشه که افتخارات را که شما میارین به وطن اونا کاهش بیافه. چی فکر میکنین؟ بیشه که به نظر شخصی اونا کسی که در مقامات هستن خصوصا رئیس المپیک یا فکر میکنین ما بر ما هیچ ضربه نیسته که بسا ورزشکار ما یا قهرمان خارجی ما یا قهرمان کشور استعفا میده و میگن بار دیگه قهرمان میده. اما تا جایی که ما شناسیم، مثال سرتاشوی یک شناس کشوری دارم، کل کشور ما رو بشناسن و رفیقای ما که ما رو الگو قرار میده که استاد تمیم یا استاد حسن یا استاد وهاب از زلمند یا استفاده دن و میگن که یا کردن دیالت رسیدن به مسابقات جهانی رفتن یا وطن دولت اقصیش نیستن، اونا مسابقه نمیگن. بعد از این سپورت بادی بلنگ رو به کاهش میباشن، مکمل دیگه از بین میرن. بخاطر اونا اگر بدانن که ما از با ما ضربه نیست اما دستاورد که با پیش میگن برای جمهوری، اینا رو بعد از این نمیتونن برنان وام استاد استاد چوکی خود با بودجه که مصرفی در روز بهش میگیرن. واسه شما قهرمان را دست میدن حتما در بین گپ است وادار به میشه که جواب دهش برای جمهوری. شما از حالتنا به مقامات بالاتر از ریاست المپیک رسانیدین، اگر رساندین اکسل عمل از وقت چی بود؟ ما مکتوبی که ما استفاده روان کردیم بدبختانه که در بین از اونا به المپیک رسید. المپیک خب بله پرواش نداره، اونا حفظ کردن. بالاتر از اونا ما را میگن شما برین بین خود جور بین، ما در خدمت هستیم. اگر قبول نکرد ما در خدمت هستیم دیگه. ما ورزشکار کی کرد که جوامت می ورزشکار کسی که صادق به وطن است، خواست به خاطر افتخار وطن ورزش میگن و مسابقه میگنه، نه در قصی پول از در قصی رشوت است که جوامت. نمیتونین که شما میارزیتون به مقامات بالا ببرین؟ ای که نمیشتم رئیس المپیک هر کسی که هست وقتی که به افتخارات کشور علاقه نداشته باشه مجبور هستین شما از خاطر وطنتان، از خاطر عمق زحمتی که شما بخش خود کشیدین، اینا صدایتان به مقامات بالاتر و بالاتر ببرین. تا وقت بگیرین با شخص رئیس جمهور با مستقیم با اونا تماس بگیرین، گپ بزنین. موضوع رو باید اینیست که فایده کنه که شما استعفا کردین والا اونا از غم شما مرده یا فلان، اونا تشویش میکنه میگه خب چی ما چوکی ما مهم است، نه تمیم یا دیگه یا دیگه. ما هم پیشتر هست کنم که ما با مقامات بالا یک بار میخواستیم به پارلمان کشور برین که ما این یک مشکل جنجال داریم. بعد بختانه که پارلمان در رخصتی بود، ما که بعد از رخصتی دوباره آمدیم دارشای پارلمان گفت ما در خدمت هستیم، انشاءالله ما رو کمک میکنیم. از طریق ما پیش میریم، از طریق پارلمان. منظور ما ایست که گپ حتی با رئیس جمهور باید کشیده شود، شورای وزیرا کشیده شود. امید ما پارلمان شخص مطرح نیست در مقابل منافع اولیای کشور. وقتی که شما افتخارات میارین چرا اینقدر بیغوری، چرا اینقدر کم نظری میکنن در مقابل شما؟ ما حتی که احمد هستم مرد قصه چیز کنم از مسابقات جهانی ده، ما مسابقات جهانی آمادگی داشتیم، قرنطینه بودیم، رژیم داشتیم، ما مسابقات میرفتیم. شخص رئیس به فدراسیون گفت رئیس المپیک بود جان شما که تکت تیاره را و مثلا مصارف هندوستان خودتان کنید. ما گفتیم ما این کار نمیتونیم و 9 نفر کاندید بودیم به این مسابقات. 6 نفر مسابقه به حساب بادی بلدینگ بود، 3 نفر به حساب فتنس بود. ما گفتیم ما کار نمیکنیم. خب بعدا ما بچه های میبوزو تیم ملی
بین خود مشوره کردن که ما میریم میگه به چیز میگیم به رئیس المپیک به فهیم هاشمی. پیش شخص فهیم هاشمی که رفتیم به رئیس المپیک و گفتن های شما این صدا دادن میدگاه در تلویزیون طلوع یا تلویزیون ملی بگوین مصرف تانو ما میتیم به علی استاد باور شما بگوین ما مصرف ما نمیتن. وقتی ما گفت به چیز گفتیم به رئیس فدراسیون و شخص استاد باور تک فرداش ما زنگ زد بیان پیسه از بودجه برامد پیسه شما نارین در میدیا نشینیم کس نگوین. باش چیز داده تا نه؟ نه نه صرف هم مصارف تک تایره ما را داد رفت آمده ممبئی در هندوستانه بس دیگه نه مصارف جیب مورد کس داد حتی در مسابقه جهانی که ما رفتیم دیگه قهرمان های کشورها رو میدیدیم و ما را میگه شما سپانسر شما کی هست ما میفتیم سپانسر ما خود پاکت ما خود جیب ما اونا مثلا ما خنده میگردن هر کدام از اونا چهار کمپانی پنج کمپانی سپانسر داشتن خود از بادی بلدار که کشورها بودن کلشان در مثال در آلمان در امریکا در بلژیم در اتریش نگی میکنن میامدن به کشور خود به نام هندستان و پاکستان و اما بنگلادش مثلا بیا مسابقه میکردن در که سپانسرشان وارد سپانسر کرده بود در کشور خارج نگی میکردن وقتی ما گفتیم ما بدن خود جور کردیم به جیب خود و رقم تمسخر میکردن خندش میگیم ما ساده هستیم شما سپانسر نداریم مصرف شخصی میگیریم وقتی که بودجه مصرف بادی بدن با کل مردم ورزشکارای جهان معلوم است که بیشتر بودجه گزاف کار داره دیگه ما توقع از دولت نمیست که به ما یک مسجد باشه که از طریق به از اینا صدا برسه پیام شما به مردمتان چی است؟ پیام مردم ایست پیام که ما در خدمت مردم هستیم با خاطر ملت اگر باشه ولو شخص رئیس المپیک نباشه من شخصا خودم از طریق به نام خود مرمش ثبت فدراسیون جنوب آسیا هستم ثبت آسیا هستم و تا مثال ثبت عضویت جهانی رو کسب کردیم ما میتونم با خاطر ملت افغانستان شخصی چیز کنم مسابقه اما ملت باید ما را مایه کنه و در راستای مصارف جنجالای ما که امرای المپیک است باید ما را همکاری کنه و مایه کنه ما را بله بسیار تشکر تشکر از اینکه وقت تان با ما دادین و متاثر هستم از حالت که به شما دست داده و سپورت اقدر در افغانستان از طرف مقامات به ارزش تلقی میشه مگر ماشای خودشان بادیگاردارشان به جرایشان اگر اونا را از اینا بگیرن اما یقین دارم که مصارف سالانه تن به بسیار وجه اصلا داده میشن مگر با خود همه چیز میکنن مگر به ورزشکار طور که شما حکایه کردین یک مثال زنده یکی از سپورت مینای افغانستان هستین و وضع شما ایتست امیدوار هستم که یک کسی گوش شنوا پیدا شوه و صدای شما را بشنوه دیگه نیفم تشکر شما همشنان که ما را وقتی که ما بایتان ماما دادیم ما خواهش میکنم با ما وقت دانیم که ما هم صدای خود را از طریق بر مقامات هم اصلا برسانیم انشالله که اگر نشنیدن دیگه اونا حتما در گوشه خود بخته ماندن مگر باید در مقابل خواسته های ملت جواب بتن و اگر نمیتن فکر نمی کنم که اونا هم بقا داشته باشن یک جهان از شما تشکر و تشکر از اینکه آمدین و وقت گرانبهایتان به ما دادین تشکر از شما همچنان تشکر بسیار زیاد خدای پامان خدای پامان اخبارهای مهم هفته پیشتر که به داخل افغانستان و هم از خارج شورای آسیایی کرکت یک دوره کارگاهی داوری را امروز در کابل برگزار کرد. هدف از برگزاری این کارگاه افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای داوران کرکت کشور گفته شده است. این کارگاه با حضور بیشتر از 20 داور از کابل و 10 ولایت کشور در بورد کرکت افغانستان برگزار شده است. مرحله چهارم رقابت‌های دوچرخه سواری جاده پور فرانسه با برتری رکابزن میزبان برگزار شد. در این مرحله رقابت‌ها که به فاصله 171 کیلومتر در آنجا برگزار شد، رومن کاردس از تیم ملی فرانسه زودتر از دیگران از خط پایانی گذشت و اول شد. محمد نبی ساخیل از کاپیتانی تیم ملی کرکت کشور کنارگیری کرد. ای ساخیل که از دو سال بدین سو بازوبند کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان را بر بازو داشت، امروز در یک نشست خبری کنارگیریش را از کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان اعلام کرد. ای ساخیل 14 سال است که پیراهن تیم ملی کرکت افغانستان را بر تن دارد. محمد نبی ایساخیل که از دو سال بدین سو بازوبند کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان را بر بازو داشت، به روز دوشنبه در یک نشست خبری کنارگیریش را از کاپیتانی تیم ملی کرکت کشور اعلام کرد. نو واقعاً چه وقتی از ما تیم تزورتوش از کپتن نوزه که ما اکسپت کرده شد
نو وز خپل از ځان سره سوچ کوم چې یاره دا شی معنی اوس فیلال نه کیږي چې کپټن شاید بدل شي، انشاءالله ټیم فرق به م وکړي، زما پرفارمنس به م فرق وکړي. نو د افغانستان له ګټې لپاره به زه دا فیصله ما کړې چې یاره زه کپټن باید اوس ونه شم. بورد کرکت کشور برای جاگزینی محمد نبی عیساخیل از میرویس اشرف، جاوید احمدی و اصغر استانکزی به حیث نامزدان کاپیتان تیم ملی کرکت کشور نام میبرد. اما میگوید که پس از بررسی های کمیته فنی کاپیتان تازه تیم ملی کرکت افغانستان اعلام خواهد شد. دو پخوا دا ثابت کرده دا چه دای زمونگ لپاره میچویننگ یا دی لوبی گتون که لبغاڑی پاتی شوید دی تیرو دولسو کلونو څخه نبی جان مونږ ته په یوازې سر باندې لوبې ګټلې دي او دای د مونږ د لوبډلې د ملا تیر ده. پیروزی افغانستان در برابر شماری از کشورهای درجه اول کرکت در جهان، رایابی کرکت کشور به جام جهانی و حضور بازیکنان تازه و جوان به ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان از افتخارات عمده دوران کاپیتانی محمد نبی عیساخیل به شمار می رود. نوار جوکویج سربستانی تنسباز شماره یک مردان جهان قهرمان رقابت های تنس مونت کارلو فرانسه شد. این تنسباز در دور پایانی رقابت ها در سه ست میدان توماس بردیجا جمهوری چک را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. این چهارمین قهرمانی جوکویچ در رقابت‌های تنس این فصل است. این تنس باز در مرحله نیمه نهایی رافائل نادال را شکسته بود و توماس بردیچ هم از صد گالمونفیس از فرانسه گذشته بود که در فاینال در برابر جوکویچ شکست خورد. تیم ملی کرکت ناشنوایان افغانستان در رقابت‌های کرکت آسیایی در برابر پاکستان میزبان شکست خوردند. در این دور افغانستان در 10 اوور 74 دوش را برای پاکستان هدف تعیین کرد و پاکستان هدف تعیین شده را بر دست ساخت. رقابت‌های کرکت 20 اوره ناشنوایان آسیا با حضور افغانستان، بنگلادش، نیپال و سریلانکا در لاهور برگزار شدند. رقابت‌های پاورلیفتینگ در ولایت فاریاب با شناسایی چهره‌های برتر پایان یافتند. در پایان این رقابت‌ها لطف‌الله فیضان عنوان قهرمانی را به دست آورد و قوی‌ترین مرد فاریاب لقب گرفت. هدف از برگزاری رقابت‌ها رشد و گسترش پاورلیفتینگ در ولایت فاریاب گفته شده است. برای نخستین بار ولایت فاریاب گواه برگزاری رقابت‌های قهرمانی پاورلیفتینگ است. این رقابت‌ها در بخش اسکوات برگزار شده بودند و دو روز ادامه داشتند. به خاطر کسب لقب مرد آهنین ولایت فاریاب این مسابقه را راه اندازی کردیم. همین هدف داشتیم که ما ان شاء الله روز قوی ترین مرد لقب شویم و همچنان حاجی کردم افتخار دهیم میکنم که از بدن ما بوی حطر واتر دنبال میایم نه از داروها. در این رقابت ها بیشتر از 30 ورزشکار از 4 باشگاه شرکت داشتند. سای قهرمانی بسکتبال مردان در کابل برگزار شدند. در این رقابت ها 4 تیم از نیروهای پلیس و باشگاه های آزاد شهر کابل شرکت دارند. این رقابت ها به گونه لیگ برگزار شدند و 3 روز ادامه خواهند داشت. آموزش و پرورش پلیس برگزار شد. رقابت‌های انتخاباتی کشتی حوزه مرکز کابل آغاز شدند. هدف از برگزاری رقابت‌ها شناسایی 32 کشتیگیر برتر به تیم منتخب کشتی حوزه مرکز کابل گفته شده است. این رقابت‌ها در رده سنی جوانان برگزار شدند. در این رقابت‌ها بیشتر از 80 کشتیگیر در چهارچوب 13 باشگاه روی دوشک رقابت به میدان رفتند. این مسابقه اولم بود. می‌خوام داینده قهرمان شوم بخیر. ساعت مسابقه بسیار بالاست. شما بچه ها بسیار آمادگی خود اگر ما هم کوشش میکنیم که به جای یک نتیجه بر خود بگیریم. فدراسیون کشتی کشور میگوید که هفته آینده رقابت انتخاباتی کشتی حوزه شرق در رده سینی جوانان برگزار خواهد شد. خانگزای به عنوان کپیتان تازه تیم ملی کرکت افغانستان برگزیده شد و جاوید احمدی نیز به عنوان معاونش انتخاب شد. در همین حال بورد کرکت کشور 21 چهره را برای حضور در تمرینات تیم ملی کرکت معرفی کرد. اصغر استانکزی با 27 سال سن بیش از 40 بازی را تا کنون برای تیم ملی کرکت افغانستان انجام داده است. پس از این آقای استانکزی به جای محمد نبی عیساخیل کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان را بر عهده خواهد داشت. دا واقعا ډیر مشکل کار هم ده، ډیر غټ ذمہواریم ده، خو ان شاء الله ما زور ته پوره ماده من شرزه به کوشش کوم چې د ټیم مسره مخکې لار شي او اسومره نیمګړتیا وي چې په دې منکارو کو.
از سوی دیگر بورد کرکت کشور از برگزاری اردوگاه تمرینی در کابل، جلال آباد و کشور انگلستان خبر می‌دهد تا ملی پوشان با آمادگی های خوبی به مساف اسکاتلند در رقابت های آی کپ بروند. دی آی کپ لوبیا په 20 کسانو باندې مشتمل ده. سیدا با 15 ورځې تمرینات سیدی په دلته په جلال آباد او کابل کې تر سره کوي او 15 ورځې وروسته نو بیا فائنل سکواډ یعنی 14 کسان با انگلند تزی هلته 15 ورځې کمپ تر سره کوي. مو ان شاء الله بالای برجسته ساختن نقاط ضعف خود کار میکنیم و یک استراتژی 3 ساله به خاطر تیم ملی که اینا کوالیفای کنه به تست کرکټ و همچنان به جام جهانی سال 2019. ملی پوشان کرکت کشور پس از پایان اردوگاه تمرینی در انگلستان برای دیدار 4 روزه با اسکاتلند از سری رقابت های آی کپ عازم این کشور خواهند شد. حال تیم دوم رقابت های تنس 2,256,000 دلاری بارسلون دیشب پایان یافت. در مهمترین دیدار رافائل نادال نیکولاس آلماگرو را پیش رو برداشت. مارسل خرانورز 2-0 جوئل فرد را شکست داد. بینو پیر از فرانسه 2-1 ارنست گولپلیس از لیتوانیا را مغلوب ساخت. در دیگر دارها فلیپ کلشر از برابر اندری کونسف با بطری دست یافت. فلیسیانو لپس 2-1 مارسل الهان از ترکیه را شکست داد و فابیانو فونینی 2-1 اندری روبلف را پیش رو برداشت. جودوی افغانستان برای شرکت در 18 دور رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا در کویت و حضور در جشنواره جودو در پاکستان از 40 روز بعد این سو در آمادگی به سر می‌برد. این دو رویداد تا 2 هفته دیگر در کویت و لاهور برگزار خواهند شد. اینان اعضای تیم ملی جودوی افغانستان هستند. این ملی پوشان از ولایت‌های کندوز، تخار، کابل و بغلان برای شرکت در رقابت‌های بیرون مرزی برگزیده شدند و از 40 روز بعد این سو تمرینات فشرده را آغاز کردند. ما آرزو دارم که برم یک مدال بگیرم برای افغانستان و افتخار برای افغانستان بیارم. آمادگی ما الحمدلله برای فعلا خوب است. دیگه هم بخیر زحمت میکشیم. فدراسیون جودو میگوید که ورزشکاران از انگیزه بلند برخوردار هستند اما از مشکلاتی که با آن روبرو هستند سخت نگران هستند. مشکلات بسیار زیاد داریم مگر من تو فکر میکنم که بعد دولت ورزش حال از کلک ششمان بیرون شده. ما اینطور فکر میکنیم اینمی ورزشکارا و امی استادا هستند که یک احساس وطن دارن، وطن دوستی دارن، افغان بودن و غیرت را دارن، اما به بودجه خود، به توان خود، به زور خود ورزش را در افغانستان نگاه کردیم. فدراسیون این رشته ورزشی در سال 1362 هجری خورشیدی در چارچوب ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در 15 ولایت کشور فعالیت دارد. مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا قرعه‌کشی شد. در این مرحله بارسلونا و بایرن مونیخ به مساف یکدیگر فن رفت و رئال مادرید به مساف یوونتوس می‌رود. دیدارهای مرحله رفت روزهای 5 و 6 می به میزبانی بارسلونا و یوونتوس و دیدارهای برگشت روزهای 12 و 13 می به میزبانی بایرن مونیخ و رئال مادرید برگزار خواهند شد. رونی کولمان قهرمان پرورش اندام جهان و 8 دوره مستر المپیا که برای برگزاری چند برنامه آموزشی وارد ایران شده است بدون برگزاری کارگاه آموزشی ایران را ترک می کند. کولمان روز چهارشنبه وارد ایران شد و قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه دوره های آموزشی را برای مردان و بانوان برگزار کند که به وی اجازه این کار داده نشد. در حال کارگاه های آموزشی رونی کولمان برگزار نشد که از هفته ها پیش انتقاد ها نسبت به حضور وی در ایران آغاز شده بود. وزیر ورزش و جوانان ایران نیز گفته است که حضور رونی کولمان و فعالیت های وی بیشتر جنبه تجاری دارد تا ورزشی. افغانستان به علت مشکلات امنیتی نمیتواند میزبان رقابت های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 در گروه خود باشد. فدراسیون فوتبال کشور با تایید این مطلب میگوید که نهاد ناگزیر از تیم هایی که در گروه پنجم در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 با افغانستان رقابت می کنند را در کشورهای دیگر میزبانی کنند. دبیر کل فدراسیون فوتبال کشور می گوید که پیش از آغاز رقابت های مقدماتی جام جهانی 3 دیدار دوستانه فوتبال را با تیم های ملی مالدیو، بنگلادش و لاوس برگزار خواهند کرد. رقابت های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 در ماه جوزای امسال آغاز می شوند و تیم ملی فوتبال کشور با ژاپن، سوریه، کامبودیا و سنگاپور در گروه پنجم هم گروه است. این نخستین حضور فوتبال کشور در رقابت های مقدماتی جام جهانی است.
پیش از آغاز مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا، فدراسیون فوتبال کشور از برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های سنگاپور، ژاپن، سوریه و بحرین سخن زده بود، اما اکنون گفته می‌شود که این دیدارها برگزار نمی‌شود. یک بازی تایید شده بود، یعنی از هر دو طرف تایید شده بود بازی رو ما ان شاءالله داشتیم تقویم خود به طور 100%، اما بعد از قرعه‌کشی و نظر به لزوم دیده کادر فنی و کادر فنی کشور هر دو جانب بازی را به تاریخ انداختیم، یعنی شاید امسال هم اصلا بازی ها نشه به صورت دوستانه بخاطر که مدیر یک گروه هست. فدراسیون فوتبال کشور میگوید که برای هماهنگی بازیکنان و آماده ساختن تیم ملی فوتبال کشور برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی برنامه‌های را روی دست دارد. ما فشارهای خود داشتیم و تعهداتی گرفتیم، انشالله 3 بازی دوستانه را خواهد داشتیم در اواخر ماه مه و اوایل ماه جون که تیم بتونه به اون آمادگی اعلی خود برسه و بتونه که با تیم سوریه بتونه با قدرت خوب و خوب تیم ملی فوتبال کشور در نخستین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی میزبان سوریه است. اکنون باید دید که این دیدار با میزبانی افغانستان در ایران، تاجیکستان و یا امارات برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت ناشنوایان افغانستان در رقابت‌های کرکت آسیایی در برابر سریلانکا نیز شکست خورد. در این دیدار نخست بازی را سریلانکا آغاز کرد و در 20 اوور 220 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. ملی پوشان ناشنوایی کشور نتوانستند هدف داده شده را برآورده سازند و مغلوب سریلانکا شدند. پیش از این تیم ملی کرکت کشور در برابر پاکستان و هند نیز شکست خورده است. رقابت‌های کرکت 20 اوره ناشنوایان آسیا با حضور افغانستان، هند، بنگلادش، نیپال و سریلانکا در لاهور برگزار شدند. 39مین دور رقابت‌های دوچرخه سواری جیرو در ایتالیا با قهرمانی رکابزن استرالیایی پایان یافت. در این رقابت‌ها که به فاصله 161.5 کیلومتر از ماله تا کلاس برگزار شده بود، پاولو تیرانگولو از ایتالیا زودتر از دیگران از خط پایانی گذشت و قهرمان شد. خب بینندگان عزیز، پروگرام اخبار مهم هفته را دیدین. در این قسمت پروگرام که شما مصاحبه را شنیدین، زبی جان گفت که ما از طرف ایمان تیوی اوجه رفته میخواد. شما فکر نکنین که البته پس مصرف رای مرا یا این چیزای مرا دادن، نه، ما فقط بخاطر از این که به شما اخبار دست اول بیاریم، ما خودم اوجه رفته بودم مصاحبه کردم و تمام مطالب به زبی جان دادم که به شما بگذار، بخاطر این بخاطر شماست. دوستان عزیز، یک چیز شما فراموش نکنین که ما یا زبی جان یا هر کسی که این پروگرام ها را پیش میبره، وظیفه ما حب و بغض نیست. ما فقط وظیفه ما رساندن پیام هاست. اگر یک کس مصاحبه در مابین مصاحبه خود یک کس دیگر یک چیز میگه، این کار ما نیست. ما قضاوت از اون مسائل به شما میگذاریم. هفته گذشته ما یک کوچه مصاحبه شما گذاشته بودیم، امروز روز دیگه، اگر فردا کدام کسی دیگه مصاحبه میکنه، ما وظیفه ماست که پیام ما را به شما برسانیم. چطور زبی جان؟ امی وظیفه یک ژورنالیستی یک پروگرام است که اون مواد دست اول به شما برسانه. امی خاطر ما را افغانستان میریم مصاحبه میکنیم که شما درد دل خود ورزشکاران از زبان خودشان بشنوید. ببینید چقدر جای تاسف است که اینا با مو عاید شخصا از کار خود پیدا میکنن، اونا افغانستان عزیز ما را در جهان به ردیف هشتم میاره، غفلت صورت میگیره از طرف این و آن، افغانستان پس به ردیف 84 سقوط میکنه، تقریبا 78 پله سقوط میکنه. جای بسیار زیاد تأثیر است، تأسف است که این بحیثیت افغانستان اونجا نشته میشه که پایین آمده، نه تمیم، نه زبی، نه صبحان، نه و این و نه و آن. مقامات مجبور و مکلف هستند که این منافع اولیای کشور است، این آبرو و حیثیت ملت است، یک کشور مستقل به نام افغانستان است، مجبور هستند کار کنند و نگذارند که افغانستان عزیز ما نامش در لست پایین تر بره. خب بینندگان عزیز، متاسفانه وقت پروگرام به پایان رسیده. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم رحیم می‌سپاریم.
انشالله که در هفته آینده دیگه مصاحبات هم زبی جان به شما میگذاره و ما شما را به خداوند لایزال میسپارم. هفته که پیشری دارین، هفته پر از سعادت و خوشبختی و کامیابی و سرفرازی برای همه شما. خداحافظ. خداحافظ.